نشست علمی روزانه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی روز دوشنبه 14 ربیع الثانی سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین، ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظمی شیرازی در این نشست در رابطه با قاعده لا ضرر ولا ضرار فرمودند: آن گونه که در ذهنم هست، فقط یک نفر از فقهای مشهور و آن هم مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی لا در این قاعده را به معنای نه در نظر گرفته است، وگرنه از قدیم تا به امروز لا را به معنای نف در نظر گرفتند. معظم الله در ادامه فرمودند: لا ضرر نفی نسبت به احکام است، اما لا ضرار نفی نسبت به دیگران است. لا ضرر یعنی احکامی که شارع قرار داده و در برخی موارد حکم وجوب و در پاره ای از موارد حکم حرام برای آنها مقرر فرموده، و چنانچه این وجوب و حرمت موجب ضرر برای انسان شد، شارع آن وجوب و حرمت را برمی دارد. مثلا اگر روزه موجب ضرر برای انسان شد یا قیام در نماز برای انسان ضرر داشت، این دیگر واجب نیست، و همینطور اگر ترک حرامی موجب ضرر شد، حرمت از آن برداشته می شود. لازم به ذکر است که قاعده لا ضرر قاعده فقهی است که برگرفته از متن حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام می باشد، و بر نفی ضرر و زیان زدن به خود و دیگران در دین اسلام و حرمت آن دلالت می کند. قاعده لا ضرر از قواعد مشهوری است که در بیشتر ابواب فقهی کاربرد دارد، و در اهمیت آن گفته شده است که یکی از 5 قاعده است که مسائل فقهی بر آن استوار است. برخی از آیات قرآن، دلایل عقلی و سیره عقلا و روایات زیادی در منابع روایی شیعه و اهل تسنن بر این قاعده دلالت دارند. گفتنی است که ضرر به معنای وارد شدن نقصان در مال، جان و آبروست، اما در معنای ضرار اختلاف نظر است. برخی آن را به معنای ضرر رساندن متقابل دو فرد به یکدیگر معنا کردند، و بعضی به همان معنای ضرر و به عنوان تأکید برای لا ضرر در نظر گرفتند، و عده‌ای به معنای تداوم و استمرار در ضرر رساندن دانستند. بنابر نظر فقها ملاک تشخیص ضرر عرف است. با هم فرمایشات آیت الله العظمی شیرازی را ببینیم و بشنویم. خب چه گیری داره اخص مطلق اونا؟ ما من عام من الا وقت خاص، این لا ضرر عام دیگه تخصیص داره. چرا عام؟ اما عدله میگه که جهاد در جایی که جهاد واجبه، در جایی که خمس واجبه، در جایی که اینا هست، اگه بگیم ضرریه، خلاصه چه اشکال داره؟ ما من عامل الله وقت خاص مخصصه. بله؟ حالا هر جا که ضرر حسابش کردید، اخص هم دلیل داره. خود جهاد مگه ضرری نیست که مسلمه؟ این را شیخ فرمودن، دیگران هم فرمودن، چون تدارک میشه اسمش ضرر نیست.